چرا اکثریت مردم تاجیک، ازبک و هزاره دوست ندارند که زبان پشتو را یاد بگیرند؟ این یک سوال است که در بین مردم عزیز پشتون ما همیشه بوده و هست. من در ادامه برنامه به همین موضوع روشنی میندازم، اما قبل از او شما لطف کنین بیاین همین ویدیوی را که من برای شما نشر میکنم با دقت ببینین که برادر ما چی میگه. که تاجک دم روست را غلی، که ازبک دم روست را غلی، که هزاره دم روست را غلی، من ور تا پناه ور کرده. پرختیا تاسو تاجک ازبک هزاره دا پناه ور کرده؟ دل تا من سر تاجک همستا چرا غلی دی مسافر دیر تاسو سنگ رسانه دا ازارم را غم را غلی دی ازبک ازبکستان نا دلت تاسو گوری تاسو رسانه لری خود ده خبره بیا دیر دردوار دی غنڈو قومو تا چه تاسو وی وی چه پوسا دا ملک دا پختنو دا تاجک دی منگ رور دا خپل حد دیو پیزنی ازبک دی منگ رور دا خپل حد دیو پیزنی پختون پختون خود دا وطن دی پختون دا پینزی کال خودی دا پروسه دی طول افغانستان تا شندکده بلکل تو خیلی نیکنه اوز وی پختانه تا دی ولی زلیل ویلی دی پینزل از فیصد زلیل پختانه چه پینزی که پینزی از فیصد با مینه یا اویا فیصد با میویلی پینزا تیا فیصد ویلی شاید خب نه نوی فیصد اتیا فیصد تاجک دا او شل فیصد پختون دا او آقا پختون دا زلیل پختون هم پختانه وی چه منگ تا توهین سوی هم تاجکان وی منگ تا توهین سوی دی نه نه نوی پیسد آتیا پیسد تاجک دا او شل پیسد پختون دا او آقا پختون دا زلیل پختون هم دقا پینزل از پیسد پختون دقا زلیل پختون دم دقا پینزل از زلیل پختون یا چیغه باندې خونده کی که جناب بورا چیغه باندې تاغول زوانان با خیر کلب اخلاص هستی چی دا سرای چوائی چی چیر تا داری زبان رو نی کنه یا غو پختو نیزده چی به ورته اولی که با پختو خیزده ده جناب وکیل سیبم ده اوستی مخم خواله ریم تو سالو که ای طول تاجک او دی ازبک او دی از اراو رو نمایندگی مکوا زاغ خبرو کما چی چما سروی کرده اما دوی تا چی گوره ما ده ایو پختو چی دی طول کومونو توه ولا بسیار سخت است خو نیه غاره سیزده که کنه استاجکان تو مدال نور که؟ نه پا دیر جای که نور کم ازارگان تیم نور که؟ دی ټول ته مډال لور کوم ته تاجکم دی مونږ ورور د مونږ ځان سره حساب کړی دا خاوره دی پښتون ده تحلیل جمعه شب ساعت 6:30 خب دوستان عزیز شاید اکثریت شما با چهره این شخص آشنایی داشته باشین که یک مصاحبه با آقای میرویس حیدری یک دوست خوب ما انجام داده بود و شما صحبت های این شخص را شنیدین که چطور توهین‌آمیز صحبت میکرد اما ما میخواییم در این برنامه حقایق را بگویم چیزی که حقیقت است این که چرا مردم تاجیک و هزاره و همچنان ازبک و اقلیت‌های دیگر دوست ندارند یا نمیخواهند که یاد بگیرند زبان پشتو را به نفعشان است یا به ضررشان ببینین در افغانستان یک قانون است که اگر شما میخواهید در ادارات دولتی کار بکنین باید هر دو زبان ملی را یاد داشته باشین این به این معناست که شما باید کامل زبان دری و پشتو را یاد داشته باشین که شما بتوانین در یک اداره کار بکنین. شاید در حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر این که قلدرها، دزدها و لوچکا در قدرت بودن به این موضوع انقدر توجه نمیشد کسایی که از اعضای فامیلشان و آشنایانشان دوست داشتن در ادارات استخدام بکنن اینا به زوری کار انجام میدادن اما شاید در حکومت فعلی که آمده به این موضوع به جدیت توجه شود پس این که کسی دوست نداره که زبان پشتو را یاد بگیرن یا همچنان پشتون هایی که دوست ندارن زبان دری را یاد بگیرن برای اینا چالش های بزرگی است پیش رویشان که نمیتونن در ادارات افغانستان اینا کار بکنن چرا که افغانستان متشکل از یک قوم بزرگی به نام پشتون و همچنان اقوام بزرگی به نام تاجیک و هزاره که هر دویشون به یک لسان صحبت میکنن و همچنان اکثریت ازبک ها همچنین زبان فارسی را میتونن یا دری را میتونن اینا صحبت بکنن پس یک ضرورت است که باید در افغانستان شخصی که دوست دارن در ادارات دولتی کار بکنن اینا هر دو زبان را یاد داشته باشن حالا کسانی که یاد نمیگیرن خوب به ضررشان هستن میتونن این شغل ها را حقیقتا از دست بتن یک موضوع
و اینکه چرا دوست ندارن اینا زبان پشتو رو یاد بگیرن. ببینین زبان پشتو و مردم پشتون متاسفانه حقیقت ای است که اینا اول به زبان خودشان خدمت نکردن، دوم این که یک زبانی که زبان هنر نباشه، زبان عشق نباشه، متاسفانه کسی دوست ندارن که زبان را یاد بگیرن. مثلا زبان عشق و هنر و محبت کدام زبان ها هسته؟ ببینین با زبان انگلیسی بسیار زیاد فیلم ساخته شده که مردم دوست دارن، علاقمند هستن که به خاطر این فیلم ها و این برنامه هایی که با زبان انگلیسی ساخته می شوند زبان انگلیسی را یاد بگیرن. اگر دور نریم زبان هندی یا زبان پنجابی یا اردو، این زبان هایی هستند که با این زبان ها فیلم ساخته شدن، خدمت شدن و این زبان ها زبان های عشق و محبت هستند. وقتی که شما یک فیلم هندی رو دنبال میکنین، یک علاقه به فیلم هندی شما دارین، یک فیلم در آزادی مطلق ساخته میشه در هندوستان، اکثریت افغانهای ما اگر توجه کرده باشین در افغانستان هستن، حتی از افغانستان بیرون نرفتن، اما زبان اردو یا هندی را کامل یاد گرفتن از همین فیلم ها. پس هنر، فیلم، سریال، اینا چیزهایی هستن که یک زبان را میتواند مطرح بسازن در بین جامعه. مثلا او عشق بازی هایی که در سریال ها یا فیلم های هندی به زبان هندی ساخته میشه و مردم از آنها یاد میگیرن، این خودش یک علاقه را به وجود میاره، یک انگیزه را به وجود میاره که شما برین همان زبان را یاد بگیرین که اینا در فیلم های خود چی میگن و شما از آنها تقلید بکنین. اما امروز پشتون ها اکثریتشون متاسفانه همین طالبا اینایی که آمدن اصلا فیلم را منع کرده، اصلا عاشق هنر نیستن، اینا از هنر و از پیشرفت و ترقی و این چیزا بدشان میاد. وقتی که در زبان پشتو برای یک مخاطب هیچ چیزی نباشه که از او بتوانه استفاده بکنه، برای چی یاد بگیرم؟ یعنی شما اگر خودتان باشین در زبان دری یا فارسی هیچ چیزی من حیث یک پشتون برایتان نباشه، چه علاقه دارین که شما برین او زبان یاد بگیرین؟ ببینین من یک مثال برایتان میارم. شاید اکثریت مردم پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره زبان پشهی را یاد نداشته باشن. چرا؟ چون در زبان پشهی چیزی نیست برای یادگیری که شما بتوانید یاد بگیرین و از او استفاده بکنین. اما یادگیری هر زبان یک هنر بسیار بزرگی است که شما رو میتونه به یک شغل، به یک درآمد، به یک جای برسانه. مثلا شما اگر توجه کرده باشین دختر خانم های چینایی امروز از چین یکیش میبینی که زبان دری را یاد گرفته، دیگهش پشتو را، دیگهش فارسی را، زبان های مختلف هر کشور را یاد میگیرن که با اونا بتوانن بزنس بکنن، در ارتباط باشه با فرهنگ های اونا و همچنان اینا بتوانن بسیار زیاد آسان جاسوسی بکنن و هر کاری که دوست داشته باشن اینا انجام بدن. پس اگر میخواین که در زندگی خودتان موفق باشین، کوشش کنین که زبانها را یاد بگیرین. مهم نیست که چه زبانی باشه و مربوط کی باشه. اما بالای اکثریت مطلق که صحبت کردیم، خب یک تعداد میگه که ما در ادارات افغانستان کار نمیکنیم و ما مثلا مربوط شمال افغانستان میشیم و هیچ بود و باش با مردم پشتون نداریم، پس برای چی زبان پشتو رو یاد بگیریم؟ و به زبان پشتو کدام فیلم و سریالی هم ساخته نشده که اینا علاقه پیدا بکنن، این رو دنبال بکنن و این زبان رو یاد بگیرن. اما میبینین که همه زبان اردو و هندی را یاد گرفتن در افغانستان. پس تضاد لسانی ما و شما نباید داشته باشیم، چرا که زبان یک وسیله است که ما و شما وقتی که همدیگر را بفهمیم بیشتر از این هیچ چیزی زبان نیست. زبان به خاطر این است که ما و شما صحبت بکنیم و صحبت های همدیگر را بفهمیم و مطلبی که داریم این را بتوانیم به یک دیگه برسانیم. اما بیایم سر از این وکیل پارلمان که شما دیدین چهره از این شخص را که متاسفانه توهین‌آمیز صحبت میکرد، میگفت که یک تعداد تاجیک ها خب از تاجیکستان آمدن و فلان هزارها چطور و چطور. من نمیخوام صحبت های از این شخص را تکرار بکنم، اما این صحبت ها بسیار صحبت های احمقانه است.
چرا؟ چون از هر جایی که مردم تاجیک در افغانستان آمدن و از هر جایی که پشتون ها آمدن، هزاره ها و ازبک ها و هر کس دیگه آمدن، اینا مربوط خاک افغانستان هستند. خب ببینین، این طبیعی است که یک تعدادی از مردم تاجیکستان آمده بودن به افغانستان، سفر کرده بودن یا مهاجرت کرده بودن و بعد از او اینا افغان نامیده شدن و مربوط افغانستان شدن و یک تعدادی از مردم افغانستان به تاجیکستان رفتن و در تاجیکستان اینا به نام تاجیک تاجیکستانی نامیده میشه. وقتی که ما هجرت میکنیم، سفر میکنیم، بالخصوص کسایی که مسلمان هستن و بیشتر به اسلام عقیده دارن، خب پیامبر اسلام هم هجرت کرده بود، مهاجرت کرده بود، پس این چیزها را باید طبعا قبول داشته باشه. پس ما حق نداریم که امروز اگر یک تاجیکی از تاجیکستان آمده باشه به افغانستان و در افغانستان یک تذکره افغانی داشته باشه، حتی اگر گرایشش به طرف تاجیکستان باشه، باز هم ما حق نداریم که او را مهاجر بنامیم در کشور خودشان. یا همچنان اگر او هزاره باشه، امروز شما میبینید که یک تعداد زیادی از مردم هزاره به پاکستان مهاجرت کردن، امروز پاکستانی نامیده میشن و در پاکستان اینا زندگی میکنن و همچنان یک تعدادی از پشتونها و یک تعدادی از متاسفانه با مهاجرها در کشوری که درست رویه نمیشه، او کشور به نام ایران است که بسیار زیاد توهین‌آمیز با مهاجرها رفتار میکنه. خب این از ناتوانی‌های خود ماست که کشور خود ما را به گند کشیدیم، خراب کردیم و به کشورهای دیگرها که میریم اونا هم به ما هیچ ارزش قائل نیستند. چرا؟ چون وقتی که شما کشور خودتان را به گند بکشید و به یک کشور دیگه سفر بکنین، اونا پیش و پیش شما رو دیده و افکار شما رو دیده و به همان افکار افراطی شما رو میبینن. پس این طبیعی است که ما و شما افغان ها در کشورهای خارجی متاسفانه توهین و تحقیر میشویم. اما کسانی که این صحبت ها را میکنه و چنین چیزهایی را دامن میزنن، اینا کی هستن؟ مثلا همین وکیل پارلمانی که این صحبت ها را داشت، ببینین این یک وکیل پارلمان است، یک آدم بسیار زیاد بزرگه که در افغانستان اینا قانون برای ما و شما می ساختن. یعنی اینا قانون می ساختن. وقتی که خود وکیل پارلمان چنین صحبتهایی را داشته باشه، شما فکر کنین که کسایی که ایرا وکیل ساختن اونا دیگه چی افکاری داشته باشن. ما و شما جمع شدیم دوربره اینمی رقم اشخاص، اینمی رقم اشخاصی که اصلا درس نخوانده، مطلق بی سواد هستن، اینا رو وکیل پارلمان ساختیم که برای ما و شما قانون بسازه و برای ما و شما قانون را یاد بده و بزور بالای ما و شما قانون را بقبولانه یا قبول بکنه. اینی رقم اشخاص ما و شما وکیل پارلمان ساختیم. واقعا شرم بر تو باد آقایی که صحبت کردی، همین وکیل پارلمان، که من اصلا دوست ندارم که نام این شخص را در برنامه خود ببرم با چنین صحبت‌هایی که این شخص کرد. اما من حقایق را برای شما گفتم. در یک قسمتی از صحبت‌هایش این شخص میگه که تاجیک‌ها یا هزاره‌ها یا ازبک‌ها چرا زبان پشتو را یاد نمیگیرن و این توضیح را من برای شما دادم. اگر پشتون واقعا دوست داره که زبانش یک زبان برتر شوه و یک زبانی شوه که به او مردم علاقه پیدا بکنه برای یادگیری، باید به زبانشان خدمت بکنه و فیلم سریال و آزادی را در زبانش بیاره. در زبان پشتو هیچ آزادی وجود نداره. در زبان پشتو و متاسفانه یک تعداد مردم پشتون ما، ببینین من خودم خود را یک پشتون میدانم، حالا سوء تفاهم برای شما نشه که والا ولی محمدی آمده بود چنین صحبت هایی را میکرد. پس اگر شما یک پشتون هستید و دوست دارید که زبان شما را دیگران یاد بگیره، لطف کنین فراتر از افغانستان فکر کنین. مثلا به این فکر نکنین که چرا تاجیک و ازبک و هزاره زبان ما را یاد نمیگیره. باید به این فکر کنین که چرا زبان ما یک زبان جهانی نشود که تمام جهان عشق و علاقه داشته باشه که زبان پشتو را یاد بگیرن. و من که فکر میکنم، اصلا فکر نمیکنم که زبان پشتو پیشرفت بکنه. چرا؟ چون امروز زبان پشتو در دست ملاها و ای طالبا افتاده و ای طالبا زبان پشتو را برای همیشه نابود میکنه. در یک کشوری که جهل حاکم شوه، جهالت حاکم شوه، او کشور بسیار زود از روی نقشه دنیا پاک میشود.
باور به خدا کنید که همین اتفاق میفته. وقتی که در زبان پشتو نه فیلم ساخته میشه، نه سریال ساخته میشه، نه کدام هنر دیگه داره، نه کدام عشق و عشق بازی است، هیچ چیزی نیست غیر از این که قیدگیری باشه، غیر از این که بگویه که حجاب کنین، ماسک بزنین، رویتون رو بپوشانین، بیرون نبراین، در خانه بمانین زنها را و پارک نرین و هزار بدبختی و بیچارگی و قیودات دیگر را میارن. کی علاقه داره که بره زبان پشتو را یاد بگیره؟ مردم علاقه دارن که برن یک فیلم هندی را که دنبال میکنه، سریال هندی را، امریکایی را، ترکی را، اینا را، این زبان ها را یاد بگیرن. شاید امروز اگر در افغانستان دری زبان ها زبان خودشان دری نمی بودن، شاید دوست نداشتن که دری را یاد بگیرن. چرا که همه دنبال زبان هایی هستن که در او واقعا هنر است. همه می رفتن ترکی را یاد می گرفتن، همه می رفتن زبان هندی و انگلیسی و چینایی، ژاپنی و چیزهای دیگه را یاد می گرفتن. من بازم میگم کسایی که هر زبانی را که شما بتونین یاد بگیرین، یک هنر کردین و برای خودتان ایجاد شغل کردین و پیشرفت و ترقی کردین. اما اکثریت متاسفانه چنین فکری را ندارن. اینا به فکر ازی هستن که در کدام زبان برای ما آزادی است، خوشی است، لذت است. که من مثالا را برای شما فیلم های هندی را بردم، امریکایی را بردم، انگلیسی را بردم. اینا زبان هایی هستن که مردم علاقه دارن که این را یاد بگیرن. به هر صورت دوستان عزیز، بسیار زیاد تشکر که بیننده برنامه بودین. امیدوار هستم که اگر نظریات دارین بر اساس منطق، استدلال و روشناندیشی بیاین نظر خودتون را بتین. من خودم را باز هم تکرار میکنم، یک پشتون میدانم و ای به این معنا نبوده که من به زبان پشتو توهین کرده باشم. من براتون گفتم در این زبان هایی که زبان پشتو را دوست ندارن یاد بگیرن و همچنان ازبک ها و هزاره ها، اینا متاسفانه از این به بعد نمیتوانن در ادارات کار بکنن. چرا که این یکی از مهمترین دلایل میتونه باشه که اینا در ادارات استخدام نشون. اما در حکومت جمهوری اسلامی چنین چیزی نبوده، هر کس به ساز خودشان میرقصید. ممنون که بیننده برنامه بودین.